برند انجمنی نیست که برن این کارو بکنن. اولا دین اسلام با قانونهای دیگه فرق میکنه، اونها میتونن این کارو بکنن، مسیحی، یهودی، اینا میتونن انجمن تشکیل بدن این کارو بکنن، ولی طبق قانون اسلام کسان زنایی که کتک خورده هستن این یکی از قوانین سنتی. نه خانم اجازه بدین، من چیز اینجا من سب کن. الو صدای من میاد؟ بله. بحث مذهبی سب کن. نگفتم بگی بعد بقیهش ادامه بدی، سب کن. خود بحث اصلا بحث مذهبی نیست. ممکنه زن مسلمان کتک بخوره، ممکنه زن یهودی و یا مسیحی یا زرتشتی کتک بخوره، همه زنا از هر گروهی اونجا کتک بخورن. بله. حالا اگر قرار شده باشه که اینو من به شما زن ایرانی که طبق قوانین اسلام باید اطاعت شد. الو صدای من میاد به شما؟ برای شما، شما قرار نیست اینجا گلوی من جر بدین، همش حرف خودتون بزنین. نه، پس شما خواهش میکنم مطلبی که من میگم گوش بدید، جواب منو بدید، منم جواب شما رو میدم. الان دوباره گوشی رو میخوام بذارم پایین، شو صداتون میخواد بیاد روی ایر. الان صداتون روی ایر پخش نمیشه. خب نه اجازه نمیدم، به خاطر اینکه میخوایم با هم حرف بزنیم. شما دو دقیقه یه دقیقه حرف زدیم، منم دارم جواب میدم. گوشی داشته باش لطفا. بله، همونجوری که عرض میکردم مسئله چون مذهبی نیست، چطور افراد از هر مذهبی رو میتونن بیارن در آمریکا پناهنده بکنن، چطور مردم همه مذهبا جمع نمیشن بگه آقا هر ایرانی کتک خورده از دست شوهرش ما نجات میدیم، این چه ربطی به مذهب داره؟ بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. برای اینکه در مذهب اسلام زن باید اطاعت از شوهرش بکنه، وقتی شوهرش اجازه خروج از کشور رو بهش نده هیچ مقام دولت مثل که شما بحث منو نگرفت. ببخشید خانم عزیز، مثل که شما بحث منو اصلا متوجه نشدید. اجازه من نگفتم که چرا ایران قانونش اینطوریه یا اینطوری نیست، من گفتم چرا این زنای لس آنجلس که گیو دم برای قانون هیچ مذهب هیچ کشوری و از جمله قانون مذهب خودشون که میگه دوست پسر نگیر، با کسی نخواب، نمیدونم فلان نکن، قبل از ازدواج 50 تا بویفرند نگیر، نمیکنن، اینا چرا با حرارت جمع نمیشن بیان یه جایی و فشار بیارن بگن ما باید به زنهای کتک خورده ایران کمک کنیم؟ خب اینا چرا جیک از اینا در نمیاد؟ اینا میتونی شما بگی؟ من اونا نمیدونم که چرا از زنا در نمیاد. تموم شد رفت، منم همینو میگم. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردیم. مسئله ای که قانون اونجا چجوریه نیستش که، مسئله اینجاست که زنای آمریکایی که تا من فوت میکنم میگم آقا اگه زن گریه کرد مواظب باش داره کلک بهت میزنه، اگه زن گفت نمیدونم من مهریم اینطوریه بدون قیمت سکسشو میخواد بگیره، به این گشادی کلاب تراب همشون فمینیستا شلوغ میکنن، فهمیدم فلانه، ربون شناسا با من غرن، با من حرف نمیزنن. چرا؟ به خاطر که اینجا منافع در ضد زن ترین موجودات ایرانی همین زنای ایرانی هستن که در لس آنجلس زندگی میکنن. اگر واقعا ضد زن نیستن و من به خاطری که موضوع نمیدونم گریه و یا موضوع نمیدونم لباس پوشیدن و یا فلان و زیر سوال قرار میدم پس من ضد زن هستم، پس شما اگه ضد زن نیستی به بزرگترین مشکل زنای هموطنت که داره از شوهرش کتک میخوره تو ایران چرا ندویدی اهمیت بدی؟ شما 24 ساعت 75 ساعت از 24 ساعت شما جلوی فیسبوک داری لاس میزنی با پسرهای تمام دنیا، شوهر میخوای، دوست پسر میخوای، بودیکال میخوای، این میخوای، بیزنس خودت داری پروموت میکنی، چرا یک گروه تشکیل نمیدین؟ حالا فیسبوک نمیخواد، بیاین جلو تو رادیو تو تلویزیون یک گروه تشکیل بدی، آقا خانم فلانی ایشون مدیر این مؤسسه هستن برای حمایت زنای کتک خورده، چرا کمک نمیکنن؟ چرا هیچ کی زنگ نمیزنه؟ چرا هیچ کی حرفی نداره واسه گفتن؟ به خاطر که تمام حرفایی که راجع به پرچونه و ضد زن بردن پرچونه گفته میشه اینا چرندیاتیه برای توجیه کردن رفتارهای خودشون و
عملا اونجایی که باید به زن اهمیت بده هیچ کی اهمیت نمیده. سمبل زنای ما مثلا در آمریکا میدونی چیه؟ سمبل زنای ما در آمریکا یه نفر هستش که توی یه دونه سریال بازی کرده، توی یه فیلم هم 3 دقیقه بهش نقش دادن یا 2 دقیقه بهش نقش دادن، یکی هم هست دوچرخه سواری کرده کوه رفته بالا، یکی دیگه هم هستش که 2 تا فیلم بازی کرده بعدن فرار کرده. اینا سمبل های زنای ایرانی هستن. میری توی اینترنت یکی یکی عکساشون رو میبینی اینجوری. اینا چه اهمیتی دارن؟ چه ارزشی واسه هیچ کسی داشته؟ یعنی یکی دیگه هم بوده رفته فضا، رفته در آمریکا پول در آورده، تکس داده، پول در آورده، تکس داده، پول در آورده، تکس داده، آمریکا رو تقویت کرده، بعدم با بقیه پولاش رو داده به ناسا رفته فضا برگشته. اینم شده افتخار زن ایرانی. میگه زن اصلا ایرانی نیست که آمریکایی. ما میخوام اینم که زن ایرانی که شما من ضد زنم و شما ضد زن نیستی چرا نمیرید حمایت بکنید؟ به خاطر اینکه همه حرفا چرنده، همه حرفا بیخوده، یاوه است در مورد مسئله پرچونه. و پرچونه با زنا خیلی ضدیت داره ها. وای شما نمیدونید تو ایران زن همشون بعدشون میاد. اولا زن همشون بعدشون نمیاد. اگه زن همشون بعدشون میاد اینقدر سر من شلوغ نبود اینجا. منظورم چیز بدی نیست، از لحاظ پابلیسیتی میگم. فینو با دمی. بعد میشه مثلا خواهش کنم تبلیغ گیتار هم واسم بذارین اگه لطف کنین. بله. برای آموزش گیتار کلاس‌های خصوصی مدرسه گیتار ما، برای سطوح مختلف، سبک‌های مختلف، سنین مختلف، شما ممکنه 20 سال 15 سال گیتار زدین، آواز خوندین، حالا می‌خواید تکمیل بکنین، ممکنه یه خواننده هستین بدون اینکه گندش در بیاد دیگه هی الکی خسته شدین الکی گیتار گرفتین اینجوری کردین تو میوزیک ویدیوهاتون، واقعا می‌خواید یاد بگیرین. ما توی گروه معلمی گیتار نیروان همراه یک گیتار مجانی به شما کلاس‌های خصوصی کانفیدنشال هم میدیم. دیدی مثلا فلان شخص میخواد بره لبش کالجه بزنه یا سینه‌اش رو بزرگ بکنه، هیچ کی نباید بفهمه که این کارو کرده، گرچه خب معلومه پلاستیکا اینجوری وایساده، ولی خب با این حال هیچ کی نباید بفهمه. دکترش حق نداره به کسی بگه شما اومدی اینجا جراحی کردی. دو تا پلاستیک اینجوری گذاشته، ولی هنوز دکتر اگه بگه سو میشه. حالا ما هم نمیگیم، کانفیدنشاله که مثلا اگر خواننده معروفی میخواد گیتار یاد بگیره که دیگه حالمون به هم خود، از اون گیتارهای الکی گرفت دستش، میتونه بیاد از این گروه یاد بگیره. 310-896-7524 این شماره یادداشت کنید، شماره قدیمی ما کار نمیکنه فعلا تا قضیه لاسوت ما و شکایتمون از کمپانی بوست موبیل تموم بشه. ضمناً من از کمپانی بوست موبیل شکایت کردم، سو کردم این کمپانی رو به خاطر نانسنسیکال بودن، ارگنس داشتن و همچنین عدم حمایت مشتریش در مورد آیدنتیتی تفت. آیدنتیتی تفت رو حمایت کردن که هیچی، مشتری خودشون هم که من بودم به هیچ وجه به حساب نیاوردن و من این کمپانی رو سو کردم. و بعد از این که نتیجه‌اش گرفتیم یه آبروریزی مفصلی هم خواهیم کرد. ولی خب دوستانی که با کمپانی بوست موبیل کار کردن و از اون شکایت دارن در مورد هر ناراحتی و خلافی که از کمپانی بوست موبیل دیدن، الان موقعشه که اگه میخواین بیاین جوین بکنین، ما اینو به صورت کلاس اکشن لاسوت فایل بکنیم. فعلا تو اسمال کلیم کورت هستش و 6 دسامبر دادگاهش هستش. ولی اگر به ما جوین بکنین، 24 نفر دیگه بیان جوین بکنن به ما در مورد خلاف‌ها و ناراحتی‌هایی که کمپانی بوست موبیل اگر براتون ایجاد کرده، اینو ما کلاس اکشن لاسوت می‌کنیم و یه درس بهتری به این کمپانی میدیم، گرچه من به اندازه کافی درس بهشون خواهم داد. به هر صورت با من تماس بگیرید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. هر کس بخواد در لاسوت کلاس اکشن برای کمپانی بوست موبیل شرکت کنه الان موقعش هستش، ما بیشتر به شما دیتیل میدیم. 310-896-7524. کلاس های خصوصی گیتار ما همراه با گیتار مجانی در خدمت شما هست. شماره را یادداشت کنید، به زودی دیگه این شماره تبلیغات پرچونه هم خواهد شد. خب آقا داستان این بود که چرا زنها کاری به این قضیه ندارن؟ به خاطر اینکه اصلا زنها خودشون با هم دشمنن. شما نگاه کن، اگه شما یه زن خوشگلی باشی وارد یه محفلی بشی، خوشگل باشی یا نه، موقعی که دوست پسرت مست میکنه میگه تو چقدر خوشگلی، نه واقعا خوشگل باشی وارد یه محفلی بشی، لباست قشنگ باشه،
جواهرات درست باشه، مود خوب باشه، همه زنا باید یه جورایی ایش خاک بر سر نگاه کن جواهراتش دهاتیه. آقا من نمیفهمم این کدوم دهاته که واخ 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 کفشش دهاتیه. واقعا کفشاتو دهات مثلا چیز میشه؟ دهات مثلا فلان آباد سفلا اولیا، حالا اسمش هم بگیم جنگ جهانی میشه، مثلا در کدوم دهات هست که اینا این کفشا رو دیزاین میکنن، این جولری ها رو دیزاین میکنن که شما میگید دهاتیه؟ حالا بگذاریم. سر تا پای بدبخت من بارها دیدم، یه دختر خوشگلی وارد مهمونی میشه، خانمایی که مثلا پرده منشه شدن همینجوری زیر لب بهش فحش میدن. چرا؟ حسودیه. دو تا دختر دوست، دو تا دوست با هم دیگه که مثلا میگین دوست، اگه دو تا دختر با هم دیگه میرن بیرون یکیشون از یکی بهتر لباس بپوشه، این اون شب دعواست. دو تا دختر دوست با هم دیگه میرن بیرون، یکیشون یه پسر خوشتیپ بهش توجه بکنه و بخواد بیاد سراغش و باهاش دوست بشه یا هر چی، اون یکی اعصابش داغون میشه، دیوونه بازی در میاره، میزنه گاز گسر به بریم 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 بریم. خب خفه بشو اقلا بذار دوست ببین با این بذاره آشنا میشه یا نمیشه. نه نه بی بریم بی بریم. 7 ساعت آرایش کردی اومدی، 4 ساعت الکی این مشروب گرفتی دستت وایستادی کنار کلاب داری برابر نگاه میکنی، ساعت نزدیک 1 صبح، این همه وقت تلف کردی، حالا 1 دقیقه این پسر داره با اون دوستت حرف زده، تو میخوای بری بریم بریم. کجا میخوای بری؟ بگو هرسم گرفته دیگه، بگو لجم در میاد. حالا اگه من وایساده باشم یا یه مردی وایساده باشه با یه دوستش، یه دختری داره باش حرف میزنه، میگه مثلا شهریار جون من میرم دستشویی برمیگردم، راحتش بذاره اونو. چرا؟ وقتی ما وقتی دو نفر رفیق میریم با هم بیرون، دشمن با هم نیستیم. دخترها وقتی با هم میرن بیرون دشمن هم دیگه هم هستن. مبادا کوچیکترین تکونی بخوره اون خرخرشون میگیره. دیدین همه دخترها با هم دوستن؟ تو همه دوستای جونجونین. شما هر دو تا دوست دختری هر نه، ولی 99 به بالا، 98% به بالا، دو تا دوست جونجونی پیدا کن، 2 سال دیگه بهش زنگ بزن بگو فلانی کجاست. We're not talking each other anymore. ای من فکر کردم جون واسه هم دیگه. نه no, you actually we're not talking each other anymore. دیگه با هم حرف نمیزنیم. این چه دوستیه؟ این زمینه همونه که اگر قرار بود که زنا ضد زن نبودن و فقط پرچونه ضد زن بود، الان زنای لس آنجلس این همه پول دارن. شما نگاه کن مثلا بی پول فقیر بیچاره ترین دختره که تو این لس آنجلس بعد یه 4-5 سال زندگی کردن تو لس آنجلس نگاه میکنی، حداقل یه تویوتای کورولا یا یه هوندا سیویک نو زیر پاشه، حداقل بشه دیگه یه کمی تکون بخوره، یه ذره شغل داشته باشه، حداقل بی ام دبلیو مثلا 3 زیر پاشه. چی میشه مثلا اینا مایی $100 بدن به که اینا که ضد زن نیستن، که زنا که در ایران که دارن بدبختی میکشن، که نمیدونم قانون فلانه، که پس چرا هیچکی نمیره هیچ تشکیلی؟ الان چرا الان کسی نمیاد؟ شوهی پرچونه بفرمایید، با بهروز روبر هست. سلام قربان. سلام بر شما، مرسی، بفرمایید. میخواستم در مورد برنامه امشبشون صحبت بکنم. بفرمایید، شما الان رو ایر هستید. خانوما وقتی که با هم دیگه خوشحال هستن با به اصطلاح هیچ کدوم با هم دیگه نمیمونن، ولی وقتی که ناراحتن دور هم دیگه جمع میشن. این اصلا جزء شخصیت زنای ایرانیه. حالا اگرم اینجوری باشه، اگرم اینجوری باشه، باید بفهمن که آقا اگه یه زن ایرانی در ایران ناراحته و کتک میخوره، زن زرتشتی هم کتک میخوره، زن یهودی هم کتک میخوره، زن چه میدونم مسیحی هم، فقط مال مسلمان نیستش که. پس میگم که اینا بعد یه چیز دیگه ای که هستش، میگم که دوستی مردا و زنا رو میخواستن بسنجن. از یه مردی ازش میپرسه، خانومش ازش میپرسه که دیشب که بیر اومدی کجا بودی؟ میگه که مثلا میگم خونه یکی از دوستان بودم. این خانوم برمیگرده به 10 تا از دوستای مرد زنگ میزنه، از 10 تا 8 تاشون میگن که پیش ما بوده، 2 تاشون میگن که همین الان مثلا پیش ما هسته. بعد زنگ میزنن به یه خانومی، شب بیر میکنه، شوهرش میگه کجا بودی؟ بهش میگه که آره من دیشب خونه دوستان بودم. به 10 تا از دوستاش زنگ میزنه، 8 تاشون که میگن
میگن نه اصلا دروغ داره میگه، دو تاشون میگن که اصلا در موردش ضدش صحبت میکنن، میگن آره ما دیشب با کسی دیدیم اصلا رفته. خب متوجه هستی اینه که اینا جزء، حالا نمیدونم، من فکر میکنم بیشترم تو زنای ایرانی این هستش. البته این قصت برادر با کمال احترام باید بگم یه خود پلاستیکی بوده، خودمونی. این قصه خود همچین عبدالخیاری بود، ولی کلا حالا نه کجا شدید اینا، این خانمای ایرانی منظوری که با هم دیگه اتحاد ندارم، نمیدونم حالا زنای اروپایی آقا جون، خانمای اکثر جای دنیا با هم دیگه بد هستن. شما چون هر جای یه خودختر خوشگل بفرست توی جمع یه سری خانم ببین چقدر فوشش میدن، کسی نمیاد بگه وای شما چقدر خوشگل هستیم، بیا پیشین پهلوی من که مثل بزغاله میمونم، شبیه خرس میمونم، شما بیا پهلوی من ببینم من خیلی دوست دارم شما خوشگل هستی. فوری چون میگه اصلا اگر قرار باشه آقا جون زنها روی خود زنها که دوستشون دارن غیرت داشتن، باید الان 2 ساعت من الان گذاشتم، 2 ساعت هم توی تلویزیون آریا گذاشتم، 1 ساعت نیم من قبلا صحبت کردم راجعش، یه نفر باید تلفن میکرد بگه آقا من حاضرم در این انجمن شرکت کنم، پول بدم مای 50 دلار که باقا زنایی که در ایران کتک میخورن بیا اینجا. هیچ زنی نیست داره که همه این زنا نگاه میکنی توی این آمریکا میگردن بیچاره و بدبختترین شما حداقل مای 2300 دلار الکی پول لباس میده الکی. دقیقاً. پس این همش بیخوده. زنها این تو لس آنجلس هستن از همه زده زنتر هستن، اگه قرار غیر از این بود یه کاری میکردن واسه زنهایی که دارن کتک میخورن در ایران. دقیقا. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، اگرم که قانون ایران اجازه نمیده من نمیبرم این همه برنامه های تلویزیونی که این جمعیت زنان در آمریکا برنامه های سلحشورانه فلان اینا پخش میکنه، مگه اون مگه اهمیت میده که قانون ایران چیه و تو ایران قانون چه چیز رو مجاز میکنه بعد اینا یه برنامه درست کنن؟ این به اون که کاری نداره که، واسه خودش میخواد. هر موقع هم گفتم یا حقوق زن در ایران مورد فلان است و مورد بسار است، فقط میخوان به دولت ایران فوش بدن، میخوان به دولت ایران توهین کنن. منم نه طرفدار دولت ایرانم نه مخالف دولت ایرانم، هیچ کاری هم به دولت ایران ندارم. من دارم میگم که این حرفم مغرضانه است. اگه قرار بود یه حرفی میزدن، این همه زنا هستن در تلویزیون و رادیو، زنای کله گنده و شکم گنده و کمر گنده و باسن گنده ای که شما میبینید هستن، یه کدومشون نگفته آقا بیا من پشمک سادات زولبیا زاده هستم از بامی آباد شهر فلان، بیاین دور بر من جمع بشین، من میخوام یک انجمن درست کنم. گفتن ما میخوایم بریم همه با هم ایران رو آزاد کنیم، بعدم وسط مجسمه میفروشن و قالی میفروشن و نمیدونم عکس میفروشن، و هیچ کدومشون نگفتن دور من جمع بشیم بیاین پول بدیم. من اینم خود من 10000 دلار من که ضمناً تکس دیداکتبلم هست، جمع شیم با هم ببینیم کدوم زنی کتک خورده دندون شکسته، عکس بیاره، سند بیاره، ما یه وکیل میفرستیم بیارتش آمریکا. چطور جاهای دیگه وقتی می‌خواستن انجمن تشکیل بدن به قانون ایران اهمیت نمی‌دادن، حالا یهویی قانون ایران واسهشون دیگه شد سد و دیوار. اینا نیستش آقا جان، این همش لاتالاتی واسه شوی پرچونه گفته میشه، اونم به خاطر اینکه شوی پرچونه talks the talk and walks the walk. حرفی رو می‌ذاریم که واقعیت، خودم هم پاش وایستادم، هرگز هم نیومدم بگم من در یاهو خوندم یا در گوگل اینجوری نوشته بود، من گفتم، من میگم، خودم پای حرفم وایستادم. اینم بزرگترین جواب برای تمام یاوهگوهای دهنگشادی که میگن تو ضد زن هستی. اگه تو ضد زن نیستی چرا جیکت در نیومده؟ اگه می‌خوای کمک بکنی به زنای کتک خورده در ایران، همین شماره تلفن می‌بینی واسه گیتار مجانی نوشتن، این شماره تلفن یادداشت کن، به من زنگ بزن بگو من ضد زن نیستم، من دوست دارم به زنای کتک خورده ایران کمک بکنم، خودم هم آدمشو میشناسم، انجمنشم درست میکنم، پولاشم خودتون جمع بکنین. وقت برنامه ما تموم شده، مرسی از تلفناتون. اگه تلفن دارین میزنین گوشی رو نگه دارین، گوشی رو نگه دار لطفاً، و با دیدار ما هفته آینده چهارشنبه وقت لس آنجلس ساعت 8 شب. رادیوی پرچونه رو گوش بدیم، پرچونه.com حتما همیشه سر بزنین، رو فیسبوک همه جا ما هستیم. اگر رادیو قطع وصل بشه ببخشید، به زودی داریم درستش میکنیم و برنامه رو هفته آینده ادامه میدیم. خدا نگهدار، ممنون از لطفتون که برنامه رو نگاه کردید.
ماشاءالله. نه بابا چه دوم در بودی، من یه مدتی نبودم، فکر کردی عمو رفته دیگه ها. خب حالا از این بعد چهارشنبه شبا پرچونه در خدمت شماست، با امید دیدار. شبکه جهانی رو میدهیدم بوشن 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 منم نادر. های آقا جان، آقای محترم، من بوشنگ توزین نیستم، من فقط شبیهشم. آقا من به شما دارم میگم دنبال کفتی میگری، من نیستم. الهی دمیرم واسه چی بچه چی نیم کنی شد؟ آقای محترم بوشن منم نادر با هم میرفتیم.